الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. امیدوارم در هر جایی که هستید موفق و کامیاب و سربلند باشید. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما از سلسله برنامه های آخرین پیام الهی خدمت شما عزیزان این هست که از دو چیز کمک بخواهید همیشه در وقت مشکلات، یا از دو وسیله هست که در وقت مشکلات باید کمک بگیرید. الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید هر زمانی که ای بندگان من اگر با مصیبتی روبرو شدید، اگر با مشکلی روبرو شدید، اگر غمگین شدید، با غم و اندوهی روبرو شدید، که طبعا زندگی هیچ انسانی از این حالات خالی نیست. هر انسان در دنیا مصیبت می بیند، غمگین می شود، پریشان می شود، با مشکلات روبرو می شود. زندگی بدون مشکل وجود ندارد. اگر از تمام انسان‌هایی که در روی زمین زندگی می‌کنند شما بروید از اینها یک سروی صورت گیره، از هر کدامی از اینها سوال بشه که شما در زندگی چقدر مشکلات دارید، اون وقت شما می‌بینید، خواهیم دید که هیچ انسان وجود نداره که مشکل نداشته باشه. بنابراین وقتی که در زندگی مشکلات هست، وقتی که در زندگی غم و اندوه هست، وقتی که در زندگی مصیبت هست، الله تبارک و تعالی میگه راهی استراحت یا راه راحت شدن از دست همه اینها، از دست غم و اندوه و مصیبت و مشکلات و دربدری ها، دو چیز است. همیشه از این دو چیز شما کمک بگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش در وقتی که مشکلات می آمد با این دو چیز رجوع می کرد. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که با مصیبتی روبرو می شدند، با غم و اندوهی روبرو می شدند، با مشکلاتی روبرو می شدند، چی مشکل سیاسی می بود، چی مشکل اقتصادی می بود، چی مشکل مریضی می بود، چی مشکل فقر می بود، چی مشکل مشکلی روحی و فکری می بود، هر مشکلی که می بود با این دو چیز توسل می جستند، یعنی از این دو چیز استفاده می کردن. چی هست این؟ یعنی الله تبارک و تعالی برای رفع دردهای ما، شما تصور بکنید، دو تا قرص داده، میگه از این دو تا استفاده کنید در وقتی این مشکلات رفع میشه. وعده خدا هم به همون لحاظ بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که با مشکلی روبرو می شدن یا پریشان می شدن یا غمگین می شدن صدا می زدن یا بلال ارحنا بالصلات، بلال برو صدا کن ما رو به نماز تا ما بیاییم خود راحت بسازیم. یعنی این دو چیز وسیله راحتی انسان است. بیایید که با قرآن ببینید که این دو تا چی هست. شما در وقت مشکلات از این دو چیز کمک بخواید. واستعینوا، کمک بگیرید، معاونت بخواید، استعانت بخواید یا استفاده کنید در وقت مصیبت، مشکلات، غم، اندو، هر چیزی که هست، بصبری و صبر. یا تعبیر دیگر، واستعینوا، شما توسل شوید، وصل شوید در وقت مشکلات و مصیبت ها به چی؟ بصبری و صبر. صبر چی است؟ صبر عبارت است از استقامت، تحمل کردن، برای خود فشار وارد کردن، بیتابی نکردن، سر و صدا نکردن، داد و فریاد نزدن، شکوه و شکایت نکردن، این میگن صبر. الله اکبر. اگر شما صبر کردید، خدا میگه ان الله مع الصابرین، من با صابران هستم. وقتی که در هر مصیبتی، هر مشکلی، هر غمی که خدا با تو باشه، او غم آسان میشه، او مشکل آسان میشه، او حزن و اندوه رفع میشه. چرا؟ چون خدا با تو هست. الله اکبر، الله اکبر. ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین است.
به همون لحاظ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در روز قیامت در میدان محشر وقت پروردگار ترازوی عدالت خیش را می‌گذارد، همه اعمال انسان‌ها وزن می‌شود و بر اساس وزن اعمال خدا به اونها مزد می‌دهد. ولی زمانی که صف صابرین در برابر ترازوی عدالت قرار می‌گیرند، الله میگه جمع کنید این ترازو را. چرا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله میگه مزد صابران را بدون حساب و کتاب میدم، هر چی که بخواهند برای آنها میدم. نمیخوای صبر بکنی؟ مشکلات هست، هیچ زندگی بدون مشکل نیست. توصیه من به او خواهرانی که در زندگیشان جنجال دارن، مشکلات دارن، چی در داخل کشورن چی در خارج کشورن، اگر با همسرت مشکل داری، اگر با فرزندانت مشکل داری، اگر با خشوع و خسورت مشکل داری، اگر با هر مشکلی که روبرو هستی، فصبر، صبر داشته باش. این چی وسیله است که خدا گفته از این کمک بخواهید. دوم، بالصلات و نماز، واستعینوا بالصبر والصلات. شما در وقت مشکلات از صبر و نماز کمک بخواهید. شما یک مرتبه تجربه کنید، هر قدر که مشکل دارید، مصیبت دارید، رنج دارید، درد دارید، مشکلات دارید، در او لحظه بروید وضو بگیرید، وضو مکمل، و بعد بیایید دو رکعت نماز بخوانید، به خاطر خدا بخوانید، و بعد از خدا بخواید که یا الله تو این مشکلات رو برطرف کن، یا حل المشکلات، حل الاشکالنا. ای پروردگار، تو حل کننده این مشکلات هستی، این مشکلات رو حل کن. ببین چقدر راحت میشوی، چقدر ثابت قدم میشوی، چقدر حزن و غم و اندوه بار سنگین از روی شانوهایت برداشته میشه. خوش شوخی نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت بلال اریحنا بالصلاة، ما راحت کن به نماز، صدا کن که ما بیایم نماز بخوانیم. ولی من و تو چی میکنیم وقتی که با مصیبتی، با مشکلی، با غمی، با اندویی، با فقری، با تنگدستی روبرو میشیم؟ از خدا فرار میکنیم، نعوذ بالله. به جای این که ففروا الى الله، به سوی خدا فرار بکنید، بدوید به طرف خدا، ففروا من الله هست، ما از خدا فرار میکنیم. چرا؟ اگر باور ندارید یک مرتبه تجربه کنید، حداقل در اوج مصیبت و سختی به خودت تلقین بکن که همه چیز از طرف الله هست، من صبر میکنم، ثابت قدم هستم، هر چی هست از جانب دوست است، هر چی از جانب دوست آید نیکوست، برای خیر من است، برای رشد من است، ترقی من است، برای پخته شدن من است. هر چیزی با آتش پخته میشود، انسان با درد و رنج و مصیبت و مشکلات پخته میشود، قوی میشود، به کمال میرسد. بناهن برادران و خواهران عزیز، در آیه دیگری الله تبارک و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، استعینوا بالصبر والصلاة، در مشکلاتتان از صبر و از نماز استفاده کنید، ان شاء الله که مشکل برتان آسان میشود. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل نهد. بفرماید تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.